Afghanistan, Nazira. Thank you very much. As you know, Taliban establishing a good relationship with India. آیا طالبان دیگر از پاکستان و بی‌وفایی‌هایش خسته شده و می‌خواهند تا این بار رابطه‌شان را با هندوستان به اصطلاح دشمن دیرینه پاکستان نزدیک‌تر بسازند؟ این پرسش در روزهای اخیر در میان افغان‌ها و فعالین رسانه‌ای بسیار زیاد مطرح شده است. بنده نظیر عظیم کریمی روز گذشته در کنفرانس خبری نت پرای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اشتراک نموده و سوالات را در این زمینه از وی پرسیدم. ضمناً در این مورد نظر احمد سیدی دیپلمات پیشین، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل ملی و بین المللی را نیز جویا شدم. توجه نمایید به جریان کامل این گزارش. این یک واقعیت است که تمام دولت‌های معاصر افغانستان حداقل در 100 سال اخیر هندوستان را دوست عنعنوی افغان‌ها خوانده و رابطه این دو کشور با استثنای دور اول حکومت طالبان همیشه پابرجا بوده است. به گفته استاد مسعود، استاد پیشین پانزده اقتصاد دانشگاه کابل، هندوستان در طول تاریخ معاصر کشور همیشه خطوط و رنگ‌های روشن دارد. با توجه به دیدارهای اخیر مقامات ایندی از کابل و اظهارات مقامات ارشد طالبان در مورد دوستیشان با هندوستان، بنده نظیر عظیم کریمی روز دوشنبه 6 جون سال 2022 در کنفرانس خبری نت پرای سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اشتراک نموده و سوالم را چنین مطرح نموده. Afghanistan, Nazira. Thank you very much. As you know, Taliban establishing a good relationship with India. بسیار تشکر آقای پرایس. قسمی که در جریان هستین، طالبان میخوان روابط خوب را با هندوستان برقرار کنند. تعدادی از مقامات هندی هفته گذشته در کابل با مقامات طالبان دیدار داشتند و در جریان این دیدار صحبت‌های از طرف مقامات کابل در مورد فرستادن نیروهای بشری برای آموزش‌های نظامی در بخش‌های اردو یا پلیس به کشور هند مطرح شد. آیا شما نظر دارید؟ همچنان این مسئله خیلی روشن است که رابطه هندوستان و پاکستان همیشه پرتنش بوده است. از طرف دیگر یک گروه از طالبان با پاکستان رابطه خیلی نزدیک دارند. اگر این گروه دیگر طالبان به طرف هندوستان تمایل نشان بتن، آیا بیم دوگانگی یا دوپارچگی میان طالبان وجود خواهد داشت؟ در این رابطه میخواهم موضع‌گیری وزارت خارجه یا در کل ایالات متحده آمریکا را داشته باشم. Well, there are a number of countries around the world that have a discrete set of interests in Afghanistan. And who predicate their engagement with Taliban. خب، تعداد از کشورها در سراسر جهان وجود دارد که مجموعه جداگانه از منافعشان در افغانستان دارند و تعامل خود با طالبان را به اساس منافعشان پیش بینی می کنند. ما نیز در افغانستان منافع خود را داریم و با بسیاری از آنها در مورد صحبت کرده ایم. بخش عمده منافع ما حقوق بشر و رعایت حقوق اساسی همه شهروندان افغانستان از جمله زنان، دختران و اقلیت ها است. همچنان ما می خواهیم که طالبان مانع کسانی که می خواهند کشور را ترک کنند نشوند، که این شامل شهروندان ایالات متحده آمریکا، دارندگان اسناد LPR و کسانی است که به ایالات متحده آمریکا در طول 20 سال کار کردند. ما از تشکیل یک حکومت فراگیر که نمایندگی از مردم افغانستان و آرمان‌های واقعی آنها داشته باشد یا نمایت حمایت می‌کنیم. تعهدات ضد تروریسم که طالبان خود را چه به صورت علنی و چه به صورت خصوصی در قبال القاعده و شاخه خراسان حکومت اسلامی متحد کردند نیز شامل منافع ما می شود. هند نیز به طور مشابه مجمعی از منافع خودشان را در مورد طالبان دارند و حکومت‌های مختلف و طرق مختلف با طالبان در حال تعامل هستند. مانند هر کشوری دیگر، ما نیز تیم از همکاران خیش را در دوحه مستقر کرده ایم که مسئول تعامل با طالبان بر اساس مجموعه منافع ماست. On the ground in Doha, that is responsible for, as appropriate, engaging with the Taliban on our set of interests, just as other countries do. البته در این رابطه خواستم تا نظر احمد سیدی، استاد دانشگاه و دیپلمات پیشین افغان را نیز جویا شوم. وقت از آقای سیدی در این مورد پرسیدم، آقای سیدی گفت: طالبان دسته‌های مختلفی و مخالفت‌های مختلفی بین خود به چندین دسته دارند، اما دو گروه از اونا مخالفتشان خیلی جدی است و در نظامی موجود که به افغانستان تسلط داره قوت هم دارد. یک گروهی است که تحت رهبری ملا برادر، ملا یعقوب، عباس استانکزی و یک تعداد از وزیرا هست که اینها، این گروه از پاکستان روزی نیستن. یعنی پسر ملا مدعمر یعقوب مجاهد به یه قیده است که قاتل پدرمه پاکستان است، آیسا است و در ضمن ازی وقتی که حکومت ما سقوط کرده بی حرمتی را به پدرم آیسای پاکستان کرده و ملا برادر هم هیچ فراموش نکرده که
آیسای پاکستان ملای ویدلا را کشت، ملای آسر کشت و همچنین اضافه تر از 8 سال ملا برادر به پشت میله های زندان نگاه کرد، اونقدر ملا برادر به رسیمان بسته کرد و اونقدر دار داد که به هیچ انسانی، یعنی اعمالی را که آیسای پاکستان به ملا برادر انجام داد تا 8 سال حبس حتی به حیوانات کسی نمی کند. البته قابل تذکر است که هندوستان و پاکستان اردو منافعشان را در افغانستان دارند و هر کدام به نوبه خود در این کشور سرمایه گذاری نمودند. نزدیکترین رابطه دوستی میان افغانستان و هندوستان در زمان ریاست جمهوری دکتر نجیب الله و صدر اعظمی راجیف گاندی بود و متعاقبا حامد کرزی نیز در چند دوره ریاست جمهوریش رابطه این دو کشور را به مدارج بلند دوستی رساند. آج کل تیرے میرے پیار کی چرچے ہر زبان Do you remember the movie? The name of the movie? Nobody remembers? The movie's name was that? The girl's name wasn't that. The boy's name was Shimmy Kapoor. Okay, so to that lovely poem, Askal Tere Mere Pyar Ki Charchi Har Zuban Par from Afghanistan also, I will say, Pyar Kya To Darna Kya. به باور کارشناسان در دوره حکومت اشرف غنی افغانستان تا حدود از محور منطقه هندوستان دور شده و به دایره پاکستان نزدیک شد که نتیجه منفی را در قبال داشت. بدون شک هر گونه رجحان دادن به یکی از این دو کشور رقیب منطقه‌ای عواقب خوب را برای نظام‌های افغانستان به همراه ندارد، چنانچه تنش میان این دو کشور بزرگترین پروژه‌های اقتصادی را که میتوانست افغانستان را به یک ثبات اقتصادی نزدیک سازد ناکام کرده است، که از آن جمله میتوان به پروژه‌های تاپی و معدن آجیگک اشاره کرد. این که آیا پاکستان نزدیکی طالبان با هندوستان را تحمل خواهد کرد گذشته زمان ثابت خواهد ساخت. نظیر عظیم کریمی، انکی میدیا، مقر وزارت خارجه، واشنگتن دی سی.